شب اول محرم الحرام جهت شادی روح مادر و پدرتون، والدین و اساتید و معلمین و حقدارانتون صلواتی جلی هدیه بفرمایید. صلوات دومتون رو هدیه بفرمایید به صاحب این مجلس حضرت مولانا بقیت الله الاعظم، جهت تعجیل در فرج پر از خیر و برکت مولایش صلواتی جلی عنایت بفرمایید. خدای مهربان این مجالس سید الشهدا رو وسیله رشد معنوی و دنیوی همه ما و شما قرار دهد. صلوات سوم رو محمدی ختم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين. خواهم ز خدا که بی ولایم نکند، خواهم ز خدا که بی ولایم نکند، غرق گناهم ولی رهایم نکنند. این هسته زندگی انسان ولایت ابا عبدالله حسین علیه السلام. خواهم ز خدا که بی ولایم نکنند، غرق گناهم ولی رهایم نکند. یک خواست دارم از تو حسین، در هر دو جهان ز تو جدایم نکند. همونطور که خداوند محبت سید الشهدا رو در دلهاتون قرار داده، روز قیامت خدای مهربان شما رو از شفاعت ابا عبدالله الحسین بهرمند بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. فرا رسیدن ایام حزن و اندوه اهل بیت، ایام محرم الحرام رو به ساحت اقدس مولانا بقیت الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارباب العالمین لتراب مقدمه فدا و یک یک شما برادران بزرگوارم، خواهران بزرگوار و محترمم و جوانهای عزیزمون تسلیت عرض میکنم. موضوع سخن امشب رو خواهران برادران قرار بدیم خانواده موفق و محرم. اجازه بدید با این سوال شروع کنیم بحث رو که یکی از القاب پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سید الانبیاء است، آقای همه پیغمبران خدا. شما میدونید پیغمبران خدا زحمت‌های زیادی کشیدند، همشون با عشق کار کردند برای تبلیغ دین. سوال این هست که چرا خدای مهربان این امتیاز رو، سید بودن، آقا بودن، سالار بودن رو بین همه این انبیا به پیغمبر خاتم داده است؟
شما خوب میدونید خواهران و برادران، دین اسلام هر عنوانی رو به هر کسی میدهد یک کیفیت و کوالیفیکیشنی دارد، عنوان تعارفی به کسی نمیدهد. اگر شخصی عنوان حاجی رو پیدا میکند، او خودش رو به اون مقام رسانده است، دل کنده است، از خانه و خانواده جدا شده است، در صحرای عرفات، در اون صحرای مزدلفه، اون احرام اطاعت و اخلاص رو به تن کرده است، زحمتهاش رو پشت سر گذاشته است، قربانی که نه، قربانی ها عطا کرده است، میشه بعد حاجی. حالا چرا به پیغمبر خاتم میگویند سید پیغمبران، آقای پیغمبران؟ این هم یک حکمتی داره، این نیست که فقط یک تعارفی باشد، نه، پشتش مفهوم است. چه کیفیت و چه کوالیفیکیشنی در پیغمبر خاتم وجود دارد که در پیغمبران گذشته با همه عشق و اخلاصشون نبوده است؟ چه امتیازی این بزرگوار دارد؟ یکی از برجستگی های خاص پیغمبر خدا، امتیازات منحصر به فرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم این هست که این بزرگوار خودشون همراه با خانوادهشون خادم دین هستن، خادم خدا هستن. شما میدونید پیغمبران بسیاری زحمت کشیدن اما به ممکنه خانواده نداشتن، مثلا مثل حضرت عیسی علیه السلام، یا پیغمبرانی زحمت کشیدن ولی بعضی از اعضای خانوادهشون برعکس رفتار کردن، مثل حضرت نوح علیه السلام یا حضرت لوط علیه السلام. اما پیغمبر شما صلی الله علیه و آله و سلم تمام خانواده خودشون رو چنان خادم دین کردند که می‌فرمودن این خدیجه اگر نبود اسلام، و حتی بعد از رحلت حضرت خدیجه کبرا سلامات الله علیها، اگر کسی، اگر یکی از همسران مثلا یک حرفی پشت سر حضرت خدیجه سلامات الله علیها می‌زد، پیغمبر مکرم اسلام با جدیت تمام مدافع بودند، حمایت می‌کردند، خدمت های حضرت خدیجه صلوات الله علیها رو به دین خدا ذکر می کردن. آیا فقط خانمشون؟ نه، شما می دانید حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها، این عبارتی که پیغمبر خدا می فرمند به حضرت زهرا، فاطمه تو ام ابیها، این فاطمه مادر پدر هست، این تعارفی نیست ها، پشتش یک معنایی دارد، یک کیفیتی دارد. این که پیغمبر خدا به امام حسین علیه السلام عنوان میدهند و میفرمان سید شباب اهل الجنه، این تعارف نداره ها، کار دارن. شما نگاه میکنید خواهر برادر، یکی از اساسی ترین حکمت های سید الانبیاء بودن پیغمبر خدا این است که ایشون خانوادگی برای اسلام کار کردن، یک نتیجه. مسئله دوم این هست، یک تفاوت ویژگی مهمی بین اسلام و دینهای گذشته وجود دارد و اون این هست که اسلام یک دین خانوادگی کامل هست، اما در دینهای گذشته شاید علت این که خانوادگی نبوده است، شاید این بوده که سطح آموزش و ایژوکیشن و ارتباطات و به اصطلاح اون کامیونیکیشنی که بین انسان‌ها بود یک مقدار شاید دشوار بوده. یک پدر، یک مادر شاید نمیتوانسته با نسل بعدی مثل امروزه بتواند با حکمت و خرد و دقت رابطه برقرار بکند. اما شما میبینید این قرآن و این اسلام دین خانوادگی میشود. البته در بین ادیان گذشته دین یهود هم یک مقدار خانوادگی هست، اما نه مثل اسلام. اسلام اینقدر دقت میکند در خانوادگی بودن دین، در مسجدی بودن دین، در تبلیغ خانوادگی، سبحان الله، که حتی بر والدین وظیفه میکند که شما مسئول نماز فرزندانتون هستید. الله اکبر، شما مسئول، یعنی پدر و مادر از که روز قیامت جواب بدن. حتی بالاتر از اون، خداوند در قرآن
خیلی واضح و با جدیت مسئله خانوادگی دی خانوادگی بودن دین رو مطرح میکند تا به جایی که میفرماید یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا. روز قیامت ما از یک یک شما درباره خانواده های شما میپرسیم ها، یعنی اینجا خدا به ما ورنیم و هشدار رو میده. نگی نگفتم ها، این خانوادگی بودن دین اینقدر مهمه که ما از شما سوال میکنیم راجب خانوادگی، تربیت خانوادگی، تربیت دینی. خواهر برادر، خدای مهربان در قرآن میفرماید در قیامت از جمله نشانه های قیامت این هست که کسی که زحمت نکشیده، وظیفه خودش رو انجام نداده، حالا یک نفر هست وظیفه خودش رو انجام داده مثل حضرت نوح پیغمبر، فرزند رو دعوت کرده اما عوامل دیگری تأثیر گذاشته، عوامل خارجی تأثیر گذاشته و این فرزند در رفته به عنوان مثال، خدای نکرده او بحثش جدا هست، اما خدای مهربان میفرماید یوم یفر المرء من اخیه. یادتون باشه ها، حساب و کتاب کردن شما روز قیامت هم خانوادگیه. ما از پدر از مادر سوال میکنیم راجع به فرزندانشون. اگر کسی کوتاهی کرده باشد یفر المرء من اخیه و صاحبته، صاحبه یعنی همسر، انسان از همسر خودش میتونه فرار بکنه. چرا؟ اون وظیفه‌ای که باید انجام میداد راجع به تربیت همسر انجام نداده. عرض کردیم دو هفته قبل که ائمه اطهار علیهم السلام، درست اینترنشنال مریج و از ملیت های دیگر ازدواج داشتن، اما روشون کار کردن ها، تربیت کردن. مثال زدیم به امام صادق علیه السلام، درست این بزرگوار همسر خارجی داشتن، همسر آفریقایی داشتن، اما سطح معلومات این حمیده رو به حدی آوردن بالا که به زنهای مدینه اعلام کردن از من سوال نکنید، برید از حمیده سوال کنید. یعنی کلام حمیده رو میگذارن کنار کلام خودشون، امام صادق علیه السلام کلام همسر آفریقایی خودشون رو میگذارن کنار کلام یک امام، سبحان الله. و فصیلت هلتی تقوی، خدای مهربان میفهمد روز قیامت بعضی ها که وظیفه‌شون رو نسبت به فرزندانشون انجام ندادن از فرزندانشون فرار میکنن. چرا؟ میترسه این فرزند بیاد بگه که خدایا این پدر، این مادر اون وظیفه ای رو که باید میداشت نسبت به من انجام نداده، من رو تربیت اقتصادی کرده است، من رو تربیت علمی، علم تجربه، اکسپریمنتال نالج، من تربیت علمی کرده است، اما تربیت دینی، تربیت معرفتی، تربیت اخلاقی، تربیت عرفانی خیلی پایین مونده، تو همون کلاس های اول ابتدایی موندم، سبحان الله. پس بنابراین نتیجه دوم این که دین اسلام یک دین خانوادگی هست و خدای مهربان هم به وضوح دستی کرده که روز قیامت حسابها هم خانوادگی هست. مرحله سوم گفتیم خانواده موفق. حالا خانواده موفق چی خانواده‌ایه؟ با توجه به دو تا مقدمه اول تعریف خانواده موفق هم بهتر روشن می شود. پس خانواده موفق خانواده ای هست که در همه جوانب رشد کرده باشد. یک انسان زیبا انسانی هست که در همه جوانب رشد کرده. اگر کسی مثلا فقط پاش بزرگ شده، دستاش کوچیک مونده، زیباییش رو از دست میده. اما وقتی که انسان به مناسبت به نسبه دستاش، پاهاش، قد بلند و کوتاه مهم نیست، همین که به نسبه هست، اگر یه چشمش کوچیکه یه چشمش بزرگه، این زیبایی خودش رو از دست داده، کمال خودش رو. اما همین که چشم اندازه از هر دو تا دقیقاً 1 میلی‌متر هم عقب جلو نداره، ها، و گوش ها مثلا یه گوش کوچیک یه گوش خیلی بزرگ، ها، این زیبایی از دست میره. خانواده موفق خانواده ای هست که در همه جوانب رشد کرده باشن، هم علم تجربی، هم حکمت، هم علم اخلاقی، هم علم اجتماعی، در همه جوانب. یکی از جوانب موفقیت خانواده خواهر و برادر این هست که هدفدار زندگی بکنن. هدف چیز مهمیه. اگر کسی در زندگی خودش، خانواده‌ای در زندگی خودش هدف نداشته باشه خیلی گرفتار و مشکل می شود.
شما اگر میبینید که در هر روزی 173 نفر خودکشی میکنن، علت اینه که یا هدف ندارن در زندگی خودشون، یا اگه داره هدف، هدف غلط رو انتخاب کرده، کسی بهش یاد نداده هدف درست زندگی چی هست. هدف درست زندگی چیه خواهر و برادر؟ من یک نکته عرض میکنم بعد جوابم رو هم توضیح هم میدم. خانواده موفق این هست که هدفدار باشد و هدفش هم حسینی شدن باشد، نه مذهبی شدن، نه هیئتی شدن، نه نمازخون شدن. اینا همه خوبه، اینا همه خوبه، همه هم لازم هست، اما آخرین هدف این هست که حسینی شود. شاید سوال بکنید آقا عجیب، یعنی این کمال هست برای خانواده که حسینی شود؟ حسینی شده حسینی که مثلا مسئله محرم که 10 روزه دیگه بعد تمام میشه دیگه، اوی چی ربطی به بقیه روزای سال باره دیگه؟ توی مخصوصا توی زندگی مدرن حسینی شدن چه کارآمدی داره؟ چه امتیازی داره؟ چه اصلا چه نیازی بهش هست؟ چه گره ای رو از مشکل باز میکنه خانواده حسینی و حسینی شدن؟ شما نگاه کن خواهر و برادر، انقلاب امام حسین علیه السلام، حرکت امام حسین علیه السلام اصلا یک حرکت خانوادگی بوده، یک حرکت شخصی نبوده که مثلا خب آقا یک چند نفر از این رزمنده ها و اصحاب خودشون رو جمع بکنن رفقا بله حرکت کنیم، آقایون فقط، مردها ما میریم کربلا. نه، حرکت امام حسین علیه السلام یک حرکت خانوادگی بود. این رشدش، کمالش این هست. شما میبینید که امام حسین علیه السلام در کربلا حتی علی اصغرشون رو هم تقدیم میکنن، علی اکبرشون رو تقدیم میکنن، با همسرشون وصیت ها میکنن، با حضرت زینب صلوات الله علیها چه صحبت ها میکنن. اینا خیلی مهمه. بذارید من داخل پرانتز یک نکته ای رو عرض بکنم خواهران و برادران، که چرا ما از اول محرم شروع میکنیم در حالی که عاشورا دهم محرم اتفاق افتاده. اون درس ها و کلاس ها از همین اول محرم شروع میشه، از این پله هایی که لازم هست تا ما برسیم به درک کامل عاشورا از همین شب ها شروع میشه، کلاس های مهمش، و مخصوصا شب اول محرم خواهر و برادر. امشب دیگه شب آوارگی اهل بیت علیهم السلام هست، تا الان مسافر بودن، از مدینه رفتن حج و حجشون هم که کامل نشد احرام رو در عرفات در آوردن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و قربانیشون رو به جایی که در منا انجام بدن قربانیشون رو آوردن در کربلا، و به جای یک قربانی 72 قربانی دادن، 18 قربانی فقط از خانواده خودشون دادن. این وجود بزرگوار امشب که شب اول محرم هست میرسن به کربلا، و امشب هست که دیگه تکلیفشون مشخص میشه. از این جهت که ما از امشب بحث رو شروع میکنیم، سنت از بین ما شروع نکردیم، از خودمون امام صادق علیه السلام، ائمه اطهار همیشه از اول محرم، از اون زمانی که تمام خانواده ابا عبدالله حسین علیه السلام دیگه رسیدن به این نتیجه که ما اینجا تو این کربلا منتظر چی هستیم؟ بگی شهادت. از امروز دیگه تکلیف مشخص شد. تا حالا مسافر بودن، از حج آمدن که برن کوفه، راه برشون بسته شد مثل فردایی که اول محرم هست، و این بزرگواران منتظرن. لذا این درس هایی دارد خواهر و برادر، ولو انسان قطره ای بتواند از این دانشگاه حسینی بگیرد. ادامه سخن پرانتز رو ببندیم که چرا ما میگوییم خانواده حسینی بودن اوج است، چون ابا عبدالله حسین علیه السلام حرکتشون یک حرکت خانوادگی هست. در زیارت عاشورا که خیلی مهمه وارد شده، شما عزیزانم توفیق زیارتش رو داشتین، الان قرائت کردید، چی میخونید؟ السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی بگید اولاد الحسین، سلام میکنید به ابا عبدالله حسین و خانواده ایشون. زیارت جامعه کبیره از اون ارکان زیارات هست که همه ائمه اطهار، همه بزرگان روی زیارت جامعه کبیره خواهران و برادران یک تکیه خاصی دارن. این زیارت جامعه کبیره اولین عبارت و اولین جمله‌اش چیه؟ بگید السلام علیکم یا
اهل بیت نبوت، سلام بر شما ای خانواده نبوت. هر که با عبدالله حسین علیه السلام حسنش خانوادگی بودنش هست، امتیازش در طول تاریخ ائمه زیادی، شهدای زیادی، رهبران زیادی، انبیاء زیادی، سادات زیادی قیامی کردن برای آزادگی بشر، اما این ترکیبی که شما در کربلا میبینید کامل محض خانوادگی. حتی شما ببینید خانمهایی در کربلا به شهادت میرسند، در فرهنگ اون زمان 1400 سال پیش اینطور نبوده که خانمها به جنگ برن، اینطور نبوده که خانمها به شهادت برسن، اما افرادی رو مثل قمری، مثل ام بهر، شما میبینید اینها به خون خود آغشته میشن در کربلای معلا، شوهران خودشون، فرزندان خودشون رو تقدیم میکنن. خب پس بنابراین حرکت ابو عبدالله حسین هم یک حرکت خانوادگی شد. حالا که این نتیجه رو گرفتیم، تعریف دستمون میاد که چرا قیام ابو عبدالله حسین علیه السلام میتواند درسی باشد برای یک خانواده موفق. ببینید خواهران برادران، اسلام همونطور که میدونید میوه دینهای گذشته هست. این سلسله مراتب رو خواهش میکنم زیادتر دقت کنید. اسلام میوه دینهای گذشته است. سید دینها، میوه دینها شد اسلام. حالا این قرآن و این اسلام میوهش و سیدش شد ابا عبدالله حسین، همونطور که پیغمبر خدا میفرمایند. پیغمبر خدا یک تعارف نمی کنند، یک عنوان تعارفی به هیچ کدوم از اهل بیت خودشون ندادند، اما در همین قاهره دوستان رفتن با ما بهشون نشون دادیم بالای سردر حرم رسول حسین علیه السلام، اینا اهل سنت هستند. حدیثی رو از صحیح بخاری با سندش نوشتن که الحسن و الحسین احب و اهل بیتی الیه، نزدیکترین اهل بیت من به من پیغمبر خدا این حسن و حسین هسته، ائمه اطهار هستن. یک کیفیتی دارن، یک کوالیفیکیشنی دارد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بزرگوار این امتیاز رو تقدیم میکنن به وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام. پس میتونید یک نتیجه بگیرید، خوب دقت بکنید نتیجه چی هست. نتیجه این هست که میوه اسلام، میوه قرآن میشود حرکت مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام. حرکت مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام، صلواتی بفرمایید، اللهم صل علی و آل محمد و عجل و عجل تشکر بزنید. ماشاءالله بارک الله بچه‌های خوب، آفرین، برید اونجا. ماشاءالله صلوات دیگر رو جلیتر بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل. پس حرکت ابا عبدالله حسین علیه السلام، خواهر برادر، می شود تفسیر قرآن. اون قرآن می آید که بشر رو تربیت بکند، تربیت با آزادگی. این قرآن آمده است که بشر رو تربیت بکند با معرفت. این قرآن آمده است که بشر رو بیاید تربیت بکند که این بشر تشخیص بدهد چی مهم است و چی مهمتر است. اگر لازم یک چیزی قربانی شود، چی رو فدای چی بکنیم؟ این سوال خیلی مهمیه، چی رو فدای چی بکنیم؟ و ابا عبدالله حسین علیه السلام این درس رو به بشر دادند. حکمت این که پیغمبر خدا و ائمه اطهار علیهم السلام این همه تأیید و تکیه و توجه میکنن روی قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام، این هست. حالا میبینیم خواهر و برادر، اگر یک خانواده حسینی شود، هدف یک خانواده ابا عبدالله حسین علیه السلام باشد، اون موقع این خانواده هم فهم دارد، خانواده حسینی بصیرت دارد، خانواده حسینی وحدت دارد مثل خانواده امام حسین علیه السلام، خانواده حسینی اخلاق دارد، خانواده حسینی ایثار دارد، خانواده حسینی تشخیص دارد چی مهم است چی مهمتر است، خانواده حسینی قدرت ایثار دارد، خانواده حسینی عشق دارد، خانواده حسینی نزدیک است به وجود الله سبحانه و تعالی.
خب خواهران و برادران، حالا ما سوال آخر، قسمت آخر، ما چطور خانواده هامون رو بیشتر حسینی بکنیم؟ الحمدلله شما ها حسینی هستید، خوشا به سعادت شما که در شب اول محرم در این آمریکا، در این سانتیاگو بلند شدید، تشریف آوردید با خانواده هاتون زیر بینق ابا عبدالله حسین علیه السلام. حالا چکار بکنیم که بیشتر خانواده خودمون رو حسینی بکنیم؟ من همیشه تأکیدم خدمت عزیزان این هست که همون گونه که ابا عبدالله حسین علیه السلام ولو زیر تیرباران لشکر شمر و یزید نماز جماعتشون رو ترک نکردن، نماز جماعتتون رو توی خونه ها ترک نکنید. نماز سر وقت یک ساعته بهتره، یا نماز دیرتر کوتاه تلگرافی ولی با خانواده یه جماعت، کدوم بهتره؟ اون کوتاهه، اون دیرتر صبر کن و بچه‌هات از مدرسه بیان، اون موقع یک نماز کوتاه، من کازم پول لازم برو، اون فضیلتش بیشتر هست از این که یک نماز جداگانه بخونیم 45 دقیقه. یک نکته حسینی میکنه پیغمبر خدا همیشه در منزلشون، اگر نبودن مخصوصا سالهای اول جماعت و مسجد اینو هنوز نبود، در منزلشون جماعت بود. دیگه چی ما رو حسینی میکنه؟ این شب اول محرم خواهر و برادر حس و حال هوای حسینی بودن رو تو خونه زنده بود. چطور؟ ولی یک پارچه کوچیک، یه حسین کوچیکی مثل اینه که جلوی این محراب زدن، خودت هم نزن ها، جلوی این پودیوم زدن، بده دست فرزنده، امشب شب اول محرمه، دخترم پسرم برو این رو یه جایی بزن توی اتاق توی مهمانخانه، هر جا دلش میخواد برو بزن نصب کنه، معنا دارن. توی ماشین موقعی که رفت آمد میکنید، خب رادیو گوش میکنید، درست صحبت ها میکنید، صحبت هاتون سازنده هست، به عنوان یک بک‌گراند میوزیکی، یک نوحه، یک چیزی تو ایام محرم این فرزند حال هواش حسش مشخص بشه. و مخصوصا خواهر و برادر یادتون نره ها که زبان اهل بیت امروز، زبان شیعه امروز فارسی هست، درست شکی نیست که زبان قرآن زبان عربی هست، زبان اسلام زبان عربی هست، اما زبان تشیع امروزه در دنیا زبان فارسی هست. تا میتونید در خونه فارسی صحبت بکنید. نتیجهش کجا در میاد؟ نتیجهش اون زمانی که یک نوحه فارسی، یک روزه فارسی، یک شعر فارسی، یک کتاب فارسی فرزندتون میخواد استفاده بکنه میتونه. اونجا دیگه کارش گیر نیست، لذت میبره. من هم اشعار و نوحه ها و اینهای انگلیسی رو دیدم، هم نوحه های فارسی رو دیدم، شما هم که دیدید دیگه، اون روغنی که، اون ملاکی که، اون حال و هوایی که، اون عرفانی که، اون پختگی که اشعار اهل بیت به زبان فارسی دارن، او کجا و حالا انگلیسی کجا؟ انگلیسی هم خوبه، باید رشد بدیم، میکنیم این کار رو، اما قطع نکنید رشته رو با این پل اتصال به مکتب اهل بیت علیهم السلام. دیگه چیکار بکنیم برای حسینی شدن خانواده؟ شبهای محرم مخصوصا شب اول هر سال عمرتون، ولو این که وسط سال هست، وسط هفته هست، شب کاری هست، یک چند دقیقی بزنید بیرون از خونه، نمونید خونه، شب اول محرم رو نمونید خونه. حالا اگر شبهای بعدی کارتون گیر افتاد اینا مجبور شدید، ای بس یه شب اول رو بیایید 5 دقیقه تو مسجد. لازم نیست که انسان از اول جلسه بشینه تا آخر جلسه شام رو بخوره و بعدش هم به اصطلاح آخر احوال پرسی های آخر هم بشه و بره. نه، اگر دارید وقت دارید که خیلی خوبه، بچه بیان جا بازی بکنن خیلی خوبه، اما اگر وقت ندارید 5 دقیقه بیاد بشینید برید، شب اول رو ترک نکنید. هر شبی که در طول محرم میتونید 5 دقیقه 10 دقیقه حتما در مجلس امام حسین علیه السلام فرزندانتون رو حاضر بکنید. این بچه ها موقعی که ما سخنرانی میکنیم اینا بازی میکنن، یکی داره نقاشی میکشه با عنوان مثال، شما فکر میکنید این صدای ابا عبدالله حسین، اسم مبارکشون، این روزه، این اشعار اهل بیت علیهم السلام به گوش این بچه هیچ تأثیری ندارن؟ 100% تأثیر داره. چطور میگم؟ یه مثال میزنم، همین بچه‌ای که داره نقاشی میکنه، شما یک میوزیک بذارید، یک موسیقی پخش کنید براش، همون لحظه‌ای که داره نقاشی میکنه چیکار میکنه؟
هم نوا با اون موسیقی تکون تکون میخوره والله، یعنی مولتی تاسک میکنه. لذا این نام اهل البیت علیهم السلام، همه که اینا میان توی این محیط میشنون، این تا این پارچه ها رو میبینن، این عزاداری ها رو میبینن، این خیلی مهمه. نکته مهم دیگر خواهر و برادر، ممکنه کسی بگه که بابا عزاداری رو دیگه حالا در خانه میکنیم، فاصله ما تا مسجد 40 راهه و بچه هم صبح مدرسه میرن اینها. نه، اینا بهانه هست. مثل این که کسی بگه مثلا ما پولمون رو به حج نمیدیم به فقرا میدیم، به فقرا هم نمیدیم. ما کربلا نمیریم به فقرا میدیم، کربلا هم نمیره. کی پول به فقرا میده؟ همونی که حج رفته و کربلا رفته پول به فقرا میده. سبحان الله. این بهانه ها رو خیلی مواظب باشیم. ما تو خونه میشینیم روزه خونه میکنیم، تو خونه سینه زنی میکنیم، تو خونه عزادار. نه، بذارید بیان. این مسئله سینه زدن خواهر و برادر خیلی تأثیر داره. ما اینجا صحبت میکنیم تئوریه، ها صحبت میکنیم، اما وقتی صحبت میرسه به اون تاریکی و اون سینه زدی و اون روزه خونه، اون یک عشقی ایجاد میکنه، اون یک حالی داره، اون یک تأثیری داره. خواه ناخواه ممکنه یک نفر در سخنرانی گریه نکنه، اما در سینه زنی گریه بکنه. چرا؟ او اشعاری رو که میگوین، او شاعری که شعر گفته برای امام حسین علیه السلام، او ریاضی نبوده مهندسی بکنه خطکش بذاره شعر بگه، نه، اون کسی که شعر گفته برای امام حسین علیه السلام دلش آماده بوده، آقا به دلش انداختن، الهامی شده، این کلمات کنار هم چیده شده. اینا تأثیر داره. خدای مهربان انشالله به همه ما و شما نعمت عظیم خانواده حسینی رو مرحمت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. شب اختصاص داره به حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام. ایشون هم بالاخره شاگرد همین مکتب هست، ایشون هم با خانواده خودش اومد کربلا. او زمانی که دید دیگه چاره ای نیست و مردم کوفه تنهاش گذاشتن، جناب مسلم ابن عقیل طفلان خودش رو برد در خانه شورای رئیس. خب کسی دیگه ای نبود غیرت این ملعون دیگه، ایشون هیچ کس رو بهتر نمیدید. ایشون بین اون مردم دیگه شده، ایشون خوشبین بوده، امیدی داشته، فرزندان خودش رو به ایشون تحویل داد. و ابا عبدالله حسین علیه السلام که آمدن طفلان من رو به سید شهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام تحویل داده. تا اون زمانی هم که این بزرگوار زنده بود، شورای قاضی طفلان مسلم رو نگه داشت. اجازه بدید که هم نوا بشیم با اهل بیت علیهم السلام در این شب عزیز. این قافله دل رو از همین جا روانه میکنیم به کربلای ما الله، به نیابت از مادرتون، به نیابت از پدرتون. در این شب اول محرم زبانتون رو دهانتون رو معطر بکنید و سلام رو زمزمه بکنید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و بذلوا وهجهم دون النسايا. دل راز حسين اگر بگیرم چه کنایا، بی عشق حسين اگر بمیرم چه کنم. فردا که کسی را به کسی کاری نیست،
دامان حسین اگر نگیرم چه کنم، سینت رو معطر کن به نام مولای خوبی ها، شب اول محرم دهانت رو با معنویت کن به نام مولای حسین جان، حسین جان، حسین ماشاءالله. همه مثل یک چنین شبی مسلم ابن عقیل رحمت الله علیه از طفلان خودش خدا حافظی میکنه. چقدر سخته، بچه ها هم میدونن پدر داره میره سمت شهادت، فرزند کوچک رو به شرعی میسپارد، فرزند بزرگ میآید، فرزند بزرگ رو می سپارد، فرزند کوچیک خودش رو به آغوش پدر می اندازد، بالاخره فرزند کوچیک رو به برادر بزرگتر سپرد، دستش رو تو دستش گذاشت، بعدش دست برادر بزرگتر رو به دست شریه قاضی داد. اما همون زمانی که صدای شهادت مسلم ابن عقیل بلند شد، شریه قاضی هر دو طفلان مسلم رو دست بسته به عبید الله ابن زیاد صادق تحویل داد. لا اله الا الله، تو شهادت فرزندانت رو ندیدی، اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون لحظات آخر روی خاکهای کربلا افتادن زخمی و مجروح. یه وقت متوجه میشن میبینن این لشکریان ظالم خودشون رو انداختن به سبز خیمه آیا ای دارن با ازباد اون بال اطفال اهل البیت میدوند، خودشون رو به نیزه گرفتن ابا عبدالله، بدن مبارکشون مجروح و خونی، با یک زحمتی بلند شدند ندا دادند لااقل تا من زنده هستم دست از طفلانم بردارید. گویم حسین سمت پیمبر نبود، آتش به آشیانه مردی کی زنایم، گویم که خیمه ی آل ابا نبود، لب تشنه در کنار آب کی کشم کسی. مانده در ما رسیده جا
از من جدا کرده خون به من خالص خالی هوا کرده ای گل زهرا بسرم و جانم از دری سنگ و آتش
خشت و بریز هرچه بود بر سر من زنگ آتشت و بریز هرچه بود بر سر من لیک و بر نیزه مزن کوف سر دل در من یا حسین کوف میا کوف میا کوف میا یا حسین کوف میا کوف میا کوف میا یا حسین کوف میا کوف میا کوف میا لبم خوش خوش دلم قانون آتش دیده دریایی لبم خوش خوش دلم قانون آتش دیده دریایی ذره بشکسته از سنگ به خون بخشیده زیبایی ذره بشکسته از سنگ به خون بخشیده زیبایی بیای یوسف زهرا بیای یوسف زهرا تو مسلم را تماشا کن پسر دادن به راه تو شیرین و تماشایی پسر دادن به راه تو شیرین و تماشایی نوای مرد و بین دشمنان گریه بیا بگر نباید مرد و بین دشمنان گریه بیا بگر که در یک شهر دشمن بر تو می گریم به تنهایی که در یک شهر دشمن بر تو می گریم به تنهایی تمام خانه شد بسته بر رویم خدا دارم سه شب در کوچه های فکر راه نمایی سه شب در کوچه های فکر راه نمایی به جان مادرت زهرا به جان مادرت زهرا میا کوفه میا کوفه به جان مادرت زهرا به جان مادرت زهرا میا کوفه میا کوفه شب از بربر به پیش دیده دلهای زهرایی شب از بربر به پیش دیده دلهای زهرایی میا کوفه میا کوفه میا کوفه که می ترسم به پیش دیده زینه کند بر نیسرت من دل رو بایی هم دلارایی کند بر نیسرت هم دل رو بایی هم دل آرایی میا کوفه میا کوفه میا کوفه میا کوفه که می بینم برای طفلت شانه کند با عشق خدمت دیده ابا صفایی کند با عشق ذکر دیده یه با صفایی میا در کوفه این چشم خدا زیرا که میبینه شرار تشنگی میگیرد چشم تو بینایی زوراشورا آبا دیگه جگرش آتش گرفته از فرد